سلام سلام خدمت همه داوطلبای عزیز آزمون آیمت. امروز یه ویدیو جذاب داریم با حضور دکتر محمد حسین زاده عزیز، استاد مهربان. آقا چه خبر؟ آقا قربان شما سلامتی. ما میکروفون رو بس کنیم. اول از همه که بهتر لفظ دکتر رو به کار نبریم. شما تو ایتالیا مستر کورست، مستر معادل فوق لیسانسه. حالا نه که بگیم فوق لیسانس ها، تو ایران دکترای حرفه‌ای که اول اسم کاری برن همون مستر حساب میشه. و اینا وقتی میگیم دکتر، پی اچ دی نیست اینجا، مستره. مستر هم همون دکترای حرفه‌ایه ولی در اصل فوق لیسانسه، فوق لیسانس حساب میشه. این از این. همونطور که امین جون گفت، امروز میخوایم در رابطه با دوران جنبندی آیمت صحبت کنیم. نگفتی؟ آره. چون قبلش گفته بود. آره دیگه. در مورد منابع بگو. آره قبل ویدیو گفته بود. حالا اون موقع شما نشنیدید. آره. وقت سایلنت بود. ببین الان تقریبا فکر کنم 50 روز دیگه با آیمت مونده باشه. این 50 روز واقعا سرنوشت سازه. تو جایی که من در جریانم، بچه‌ها 60%شون یه تسلط نسبی خوبی دارن و این مدت میتونه براشون معجزه باشه اگه خوب بتونن استفاده کنن. حالا ما تو این دوران باقی مونده اگه چه کار انجام بدیم خوبه، چه کار انجام ندیم، اینا رو میخوام در تاش صحبت کنیم. اول از همه میخوام یک بررسی ریزی داشته باشم روی به اصطلاح درسایی که توی آیمت میاد و بگم که الان برای هر درس چه کاری کنیم بهتره. آقا اول از همه شما هوش و منطق رو به هیچ عنوان حذف نکن. این اشتباه من بود، من خودم حذفش کردم چون فکر میکردم نمیشه زد، فکر میکردم آقا سخته و باید کار کنی و وقت گیره، نزدم و این اشتباه بزرگی بود. تا اینکه یه روز ما پیش یکی از دوستان نشسته بودیم، گفتش که خب چرا منطق رو نمیزنیم؟ اگه منطق آیمت چیه؟ گفتم بابا سخته، حوصله‌اش رو ندارم، وقت گیره. گفت برو 2023 رو اتو گوشی دانلود کن، بیار من بهت نشون بدم که 4 تا تستشو میشد در عرض 2 دقیقه زد. دانلود کرد آوردیم، راست میگه یه تستش که اصلا نیمه عمر بود، میگفت 4 سال بگذره چقدر ازش میمونه. یه تستش که اصلا یه جدول داده بود، گفت طوری بیا قیمتا رو انتخاب کن که کمترین بشه. اجناسو چیا رو انتخاب کنی قیمت کمترین بشه؟ این در حد ساده بود. 2 تا سوالش هم که اصلا درک مطلب زبان بود، راحت بود. حالا من تو آزمون نزدم ولی واقعا راحت بود. شما 4 تا منطق رو حل کنی خود 6 نمره است. 6 نمره تفاوت خیلی زیادیه. یعنی مثلا یه موقع هستش یکی نمرش میشه 46. آقا همین 46 کسی بشه فدریکو قبول بود 2023؟ قطعاً نه. نه. ولی اگه 4 تا منطق رو میزد چی؟ احتمال داشت بیاد. آره 52 اینا میشد و قبول بود. پس منطق رو حذف نکنید. این پیشنهاد من به شما. فقط کافیه که پس پیپرها رو بزن، آیمت رو بزن، هیومانیتاس رو بزن. یه منبعی هم فکر کنم اسمش TSA بود، TSI بود، پاسخ تشریحی داشت، خیلی منبع خوبیه. اونا رو بیاید بررسی کنید. اطلاعات عمومی رو نمیشه زد. یعنی اطلاعات عمومی یه مهارتی که شما باید با کتاب خوندن و اینا یاد بگیری. اینطوری نیستش که بگم آقا توی مدت باقی مونده این کارا رو کنی اطلاعات عمومی میزنی، نه اون کلا بی خیال. ولی برای عزیزانی که میخوان سال بعد یا سالهای بعد آزمون بدن، برای اطلاعات عمومی شما عمدتا روی اروپا تمرکز کن، به خصوص روی ایتالیا، خیلی کمک کننده هستش. این از اطلاعات عمومی و منطق. پس منطق رو هست نمی کنی. برای درسای علوم همون ساینس خودمون اونا چی کار کنن؟ ساینس هم الان خدمت کامل میگم. ببین اول از همه درس زیست. برای درس زیست من چند تا پیشنهاد جذاب دارم، همش خوبه. یکیش اینه که این ویدیوهای جنبندی من تو کانال ببین، اینا رایگانه، کامله. من تستای جدید بررسی کردم، نیومدم آیمت‌های گذشته، هیومانیتاس گذشته، نمیدونم بیمت و آلفا تستایی که همتون 100 بار حل کردید رو بررسی کنم. رفتم آلفا تست 10000 رو بررسی کردم که خیلیاتون حتی اسمش هم نشنیدید و اصلا انگلیسیش نیست، هر جا بگید پیدا نمی‌کنید. حالا من اینو گرفتم دادم به هوش مصنوعی، او 2-3 ساعت زمان فقط گذاشتم که بتونم ترجمه‌اش کنم و ترجمهش کردم و دارم اونا رو حل میکنم. انصافا تستای قشنگی داره. ببین خود آلفا تست و اینا، آلفا تست 1200-1300 و اینا همه چی رو 100% پوشش نمیده، ولی این آلفا تست 10000 اصلا نزدیک 1000 خورده ای صفحه است. فقط این همه چی واقعا پوشش میده، خیلی خفنه. فقط باید
تستای خودش رو پیدا کرد، چون یه سری چیزاش واقعا برای تول که اصلا به کار شما نمیاد. اونا رو دارم حل میکنم، تو کانال میذارم، اونا رو ببین. اون ویدیو خیلی مفیده، حتما ببین. این یه کار. کار بعدی، یه خلاصه خیلی خفنی از کتاب کمبریج هستش، فکر کنم 17-18 صفحه است. آقا این اومده 700 صفحه کتاب کمبریج رو برای تو 15-16 صفحه یا 18 صفحه جمع کرده، کامل، خیلی خفنه. اونو حتما بخون، حتما اونو بخون. پس این شد دومین کاری که میتونی انجام بدی. سومین کار چیه؟ سومین کاری که همه مهمتره، درست که دارم میگم سوم، ولی از همه مهمتر اینه که کل پس پیپرهای آیمت، هیومانیتاس و بیمت رو حل کن به شکل آزمونی. مثلا آقا امروز جمعه است، بگی من میخوام آیمت 2011 رو بزنم. آیمت 2011 رو بزن، 60 تا سوال 100 دقیقه وقت، کامل تحلیل کن سوالات رو. ببین سوالی رو بدون تحلیل ول نکن. اگه چیزی رو غلط میزنی برو دنبالش. شده یه بیل بردار اینجا رو بکن، برو تو دل زمین سوالش رو، یعنی جواب اون سوالو پیدا کن. حتما رفع اشکالو درست انجام بده، خیلی مهمه. من یادم تو درس فیزیک یه سوالی بود، تکانه بود، حالا هم تکانه بگیم به تکانه کدومش درسته. میگفت آقا یه دونه توپه، این هم توپه دیگه، این توپه من اینطوری برخورد میکنه به این، بعد اینا اینطوری با هم میرن جلو، بعد اینطوری جدا میشن. سرعت این توپه چیه؟ سرعت این توپه چیه؟ به خدا من اینا چندین بار سوالش دیده بودم توی هیومانیتاس، توی آیمتا، هم توی بیمتا. تنبلی کردن، گفتم آقا تکانه که دیگه نمیاد الان، این یکی رو دیگه نمیخواد دفعش بکنه. عیناً توی 2023 اومد. پس سوالیو بدون رفع اشکال ول نکن. برای رفع اشکال چند تا کار داری. یک، اگه بگردی تو این کانال ها، من یه بار دیدم پاسخ تشریحی آیمتا رو گذاشته بودم، پس این یه راه. دو، سوالو برو سرچ کن، سوالو برو از پی دی اف سرچ کن، سلکت کن، بزن تو اینترنت، جوابش پیدا میشه. چون فقط شما متقاضی آیمت نیستید که، خارجی ها هم هستن. یه سایتی هست اینترمد اسکول اگه اشتباه نکنم، تو اونجا بچه های خارجی سوالاشون رو میذارن، بچه های دیگه جواب میدن، انصافا هم خوبه، یا قبولی آیمت جواب میدن. سوال رو سرچ کنی معمولا تو اینترنت پیدا میشه، 97-8% سوال جوابش تو اینترنت هست. پس سوال رو سرچ کن. آقا یوتیوب ببین، یوتیوب معجزه است. شما با یوتیوب میتونی اگه فردی که صفر هستی، چه میدونم، تا جراحی مغز و اعصاب هم یاد بگیری. ما اینجا مثلا خودمون از یوتیوب خیلی استفاده میکنیم، نینجا نرد میبینیم. نینجا نرد کل فکر کنم دروس پزشکی و صفر تا صدش رو تردیس کرد و رایگون گذاشتی توی به صورت کامل همه درس ها رو. یوتیوب رو فراموش نکن. ما تو یوتیوب کانال های خوبی داریم، مثل خان آکادمی، مثل در واقع ارگانیک کمیسری، دقیقاً مثل همین اینجا نیست. اینجا نیست که هم برای شما سنگینه، که هم برای شما سنگینه، ولی خب پوشش 100% دیگه، اصلا دانشگاهیه. مثلا میاد فیزیولوژی درس میده، یهو میبینید 30 تا فیلم فقط فیزیولوژی گوارشه، فیزیولوژی دانشگاهی درس میده. که اصلا سوالات یو اس ام ال رو بررسی میده. دقیقاً. حالا یو اس ام ال هم بعداً یه ویدیو میگیریم، یه توضیح درتش میدیم. پس یوتیوب خداست. بهونه نیار آقا من اینجا رو بلد نیستم چیکار کنم. یوتیوب، من دقیقاً یادم، خودم حرکت دایره ای رو بلد نبودم، سرکولر موشن رو تو اینترنت زدم، تو در واقع هم یوتیوب زدم سرکولر موشن، ویدیوشو دیدم، کامل یاد گرفتم. یا سایت آلا، سایت آلا ویدیوهای نظام قدیمش عالیه، نظام جدیدش هم خوبه، ولی دروس نظام قدیم بیشتر در واقع مرتبطه با آیمت تا نظام جدید. رفتم برای به هم بستن خازنا ویدیو فیزیک کازرانیان رو دیدم، کامل یاد گرفتم و تستش هم حل کردم، تستی که الان می اومد. پرویز کازرانیان، نظام قدیمشو. یا مثلا برای ریاضی من دیدم که حضلودی ما نداشتیم تو کتاب، حضلودی رو مثلا رفتم اونجا دیدم. یا هر مبحثی که نیاز بود اینطوری من سرچ کردم تو سایت آلا و اینا و دیدم، خیلی کمکم کرد، کامل یاد گرفتم. چه درس ریاضی، چه درس فیزیک، حتی شیمی. شکمم خیلی معلومه نه؟ نه خوبه. این شکمی که شما اینجا می‌بینی به خاطر پاستا و پیتزایی که تو ایتالیا می‌خوری. قرمه قیمه هم می‌خوری. آخ. اونو که الان اونو می‌خوام بگم. اونو خوب شد یادآوری کردی. می‌ترسم یادم بره. داشتم خدمت می‌گفتم. مثلا برای شیمی یادم میاد که من انتروپی رو ایراد داشتم. زدم و ویدیوهای انتروپی نظام قدیم محمد رضا آقاجانی رو دیدم. کامل یاد گرفتم. خیلی سایت
خفنی هستش. این از این. پس نگید آقا ما ایراد داریم اینا رو از کجا بخونیم. هست یه راه دیگه. من تو کانالم یه چیزی رو فوروارد کردم از کانال خانم فرانک، بعد یه پستیشون گذاشته بود، گفته بودش که آقا اونایی که 2023 چه قبول شدن چه قبول نشدن بیان تجربیاتشون رو بگن، و بچه‌ها تجربیاتشون رو گفته بودن، خیلی مفید بود. یکی میگفتش که مثلا من برای ریاضی این کارو انجام دادم نتیجه گرفتم، برای فیزیک این کارو کردم، برای مثلا شیمی این کارو کردم. اونا رو بشین بخون. 200 نفر آدم پیام داده بودن. تو فرض کن دیگه چی میخواید برای قبول شدن؟ تجربه مهمترین چیزه. تجربه یعنی یک سال حداقل، دو سال تلاش کرده رفته، یا مسیرش درست بوده به نتیجه رسیده، یا مسیرش اشتباه بوده نتیجه نرسیده. حالا تو می تجربه اینو میخونی و یاد میگیری، دیگه لازم نیست اون یه سال غلط بری، چون دیدی آقا نفر ایکس غلط رفته قبول نشه، پس من دیگه این کارو تکرار نمیکنم. اگه این کارو تکرار کردی به تعداد نورونی که توی مخت شک کن. این در واقع از این نکته. اما برگردیم باز دوباره سر همون جنبندی. حتما حتما پس پیپرا رو حل کنید. امسال مثلا من درس شیمی رو بخوام مثال بزنم، شیمی هیچ سوال جدیدی نداشت، تمام سوالاتی که تو شیمی اومده بود تو سال قبل بود عیناً، فقط عددش عوض شده بود. آقا این چه گروه عاملی داره؟ سوال قبل اومده بود، اینم این چیه فلان چیه اومده بود. شیمی خیلی نیاد مسائل پیچیده یاد بگیرید، مثل استیکیومتری ایران بود انقدر مثلا سوال بود. شیمی آزمایمت خیلی مسئله محور نیست، بیشتر مفهومیه. مسئله‌اش هم ساده است، مثلا جر میده مولش چیه، چه میدونم مول میده لیترش چیه. یه استیکیومتری بیسیک هستش که اونم معمولا هر سال نمیدن، اونم به ندرت میدن. این از این. پس برای شیمی حل آیمتا، هیومانیتاس، بیمتا، اینا دیگه هر سال خدمتتون. برای همه درس ها همینطور، برای ریاضی و فیزیک هم با ظهور همین کارو شما انجام بدید. یکی امروز پیام داده بود، گفتش که آقا ما الان داریم تست میزنیم، آزمون میزنیم، احساس میکنیم که سری مطالب رو یادمون رفته و استرس میگیریم، چیکار کنیم؟ ببین اگه یادت میره دو تا کار باید انجام بدی. یا کلا از ذهنت پریده، مثلا من یهو دارم میگم یا در رابطه با convergent evolution صحبت کن، تو میگی اصلا من نمیدونم این چی بود. یعنی تسلط کافی رو نداشتی. آفرین. یعنی قبلا خوب مرور نکردی، تسلط کافی نداشتی. برو convergent evolution رو کتاب بخون، برو مثلا اگه من ویدیوشو تو یوتیوب گذاشتم ببین، برو تو اینترنت سرچ کن. این یه حالته. یه موقع هستی که میگی آقا ما فراموش کردیم، ولی فراموشیش این مدلیه که مثلا تو میگی convergent evolution، تو ذهنش چیزایی داره، آره مثلا دوتا موجود اینطوری به هم شبیه میشدن، یه چیزایی یادته. اگه اینطوری هستی یعنی خوب بلدی، مرور خوب نکردی، یکم فراموش شده. فلش کارت بساز. فلش کارت معجزه میکنه. من حالا من که نه، چه دوستام چه من، امسال فلش کارت ساختیم برای درسای دانشگاه و واقعا معجزه کرد. حالا من نمیدونم صدام میاد یا نه، ولی دست درد نکنه مرسی. قربونت برم. آشنایی ما با فلش کارت، قربونت برم، تاثیر بسیاری داره. ببین فلش کارت باعث میشه که حافظه کوتاه مدتت بشه حافظه بلند مدت، یعنی تبدیلش میکنه. بلدید دیگه، گفتیم که هایپوکمپس تبدیل حافظه در واقع شورت تایم به لانگ تایم نقش داره. فلش کارت همین کارو انجام میده برات. مثلا روز اول ازت یه چیزی میپرسه، بلد نیستی، یه روز دیگه میپرسه، یا بلدی بلد نیستی، نیم ساعت دیگه میپرسه، یه روز دیگه، دو روز دیگه، سه روز دیگه. بچه‌ها حالا یه دانشمندی بود اسمش یادم رفته، این یه سری تحقیقاتو انجام داده بود، میگفتش که شما یه مطلبی رو دو سه ماه پیوستگی داشته باشی تو حافظه بلند مدت و امکان داره که تا ابد تو ذهن شما بمونه. پس فلش کارت حتما بسازید، این هم در واقع یه راه دیگه. اگر همه این کارا رو کردی باز وقت داشتی، برو سوالات تولکا رو حل کن، مثل تولک 2024. 2023 من ندیدم سوالشو جایی. 2022 اینا رو حل کن، هرچند که سوالش معمولا آسونه. اینم بگم بچه‌ای که میرن سمت سوالای تولک میگن آقا اینا چقدر آسونه، بله یه دمی میگن آقا چقدر چیزای جدید داره، نمیدونم اصطلاحات داره. تولک اصطلاحات به حجم مطالبش از آیمت بیشتر، ولی راحت تره. تو فرض کن مثلا اگه اقیانوس آیمت انقدر باشه با عمق 2000 کیلومتر، مثلا 2000 متر، 2000 کیلومتر که خیلی دیگه، انقدر باشه با عمق 2000 متر، تولک پهناش انقدره با عمق مثلا 100 متر، دیگه 2000 متر نیست 100 متر، خیلی مطالب راحت تره ولی خب وسیع تره.
یا مثلا یه هم میاد اسم استخونا، مفصلا، چیزایی این پرسی که آیمت خیلی بهش اهمیت نمیده. ولی باز به نظر من حل کنی بد نیستش. این از این. یکی هم آقا سر جلسه آزمون، حالا من اینو احتمالاً تو ویدیو دیگه کامل بگم، هوشمندانه عمل کن. یادم یه تستی امسال اومده بود ایزومریز، بچه‌ها نزن میگفتن آقا ایزومریز چیه؟ یعنی ما باید بشینیم گلایکولایسیس 10 مرحله تمام آنزیما رو حفظ کنیم با جزئیات، نمیدونم مثلا اینجا این فسفات دار میشه، کربن شماره چند بوده، بعد بعدش چی میشه. نه واقعا لازم نیست که با این جزئیات شما بیاید اینا رو حفظ کنید. و طراح سوالم انتظار نداشته از شما که بتونید اون آنزیما رو بلد بشید. آقا ایزومریز، من شما امین جان، شما که دیگه سلطانی، این ایزومریز اسمش چه چیزیو داره به ما داد میزنه؟ بابا آقا بابا ایتالیایی هم هست فکر کنم، اسم پاپا نمیگن. والا ادامه حرفت، این ایزومریز در واقع احتمالا مربوط به ایزومر میشه دیگه، ایزومر یه مولکولی، یه ترکیبی رو به ایزومر همون ترکیب تبدیل میکنه دیگه. شما که سلطانی، این ایزومرای گلوکوز هم بگو، هگزوز رو بگو، هگزوز رو. والا شما لست داریم. ای بابا این سگه چاو. والا این صدا قندی که ما داریم فروکتوز هست، گلوکوز و گلاکتوز. همه اینا 3-6-8-12-6. خب تو خودت نگاه کن، اگه دقت می‌کردی فکر کنم گزینه دوم بود، میگفت convert glucose to fructose. آقا ایزومریز ایزومر داره تبدیل میکنه، پس اونم میشد حل کنیم. بچه ها رو دانش زبانتون کار کنید. یه سری از بچه ها تست تست سیرکادین سایکل رو حل نکرده بودن چون نمیتونن سیرکادین این چی. ولی باز این هم اگه به سایکل دقت میکردیم، اگه ما چند تا سایکل تو بدن داریم، چرخه خواب میگیم، نم چرخه هورمونی میگیم، چرخه تخمدانی میگیم، میتونستی بفهم اینم دقیقا داره چی رو میگه. دانش زبانتون رو پس زیاد کنید. حل سوالات طول به دانش زبان کمک میکنه، اون اصطلاح مثلا خیلی میده. یه اون میادی تست میده آقا برادیکاردیو چیه، تاکیکاردیو چیه. حالا این خیلی مفاهیم ساده یا مثلا افزایش زبان قلبه، نم کاهش زبان قلبه، ولی اصطلاحاتش رو باید دیده باشی. این هم از این. پس اگه وقتشی تولکار ناکنی بد نیست. درسته که سوالش آسونه یه سیرش هم برای شانی، ولی تک و توک سوال قشنگم میتونید توی تولکا ببینید. این در واقع از این نکته. اینم که خدمتتون گفتم جزوات سیف ما اگزم خیلی خوبه. ما چند تا بچه هامون همین فدریکو مثلا نمره زیستشون اینا خیلی بالا بود. من پرسیدم خب چه چیزایی مثلا معمولا شما خوندی؟ گفت من جزوات سیف ما اگزم رو خوندم خیلی خوب بود. انصافاً هم خیلی خوبه. من توی کانالم گذاشتم اون جزواتم، حتما بخون اگه وقت داری. یکم طولانیه، مثلا فکر کنم 500 صفحه جزوه باشه. آقا به کتاب کمبریج برای زیست شناسی A level نچسب. این کتاب کافی نیست. این 50-60% نیاز شما رو ساپورت میکنه. فصل گوارش نداره، فصل نمیدونم هورمون تقریبا نداره، فصل حواس نداره، فصل دیگه برات بگم که گردش موادش یکم ناقصه. کتاب ناقصیه. بیشتر برای ژنتیک خوبه، ژنتیک مولکولی سلول ایناش خیلی خوبه، ولی بقیه چیزاش واقعا ناقصه. آخه یکی از شایران اومده میگه آقا من کتابو 3 بار خوندم، همه هم بلدم، ولی الان تست میزنم مثلا 18 تا سوال، حالا آیمته قدیم 18 تا بود، 10 تا رو جواب میدم، 8 تاشو بلد نیستم. میگم 8 تا چی؟ میگه فیزیولوژیاست. آقا کتاب کمبریج برای فیزیولوژی خوب نیست. برای فیزیولوژی 2 حالت داری، یا خیلی وسواسی، خیلی تایم داری، کلمه تایم نداریم که میگم مثلا برو کمپل پیرسون بخون، اونم همه قسمتاش لازم نیست، یا تایمت کمه. که تایمت کمه، من پیشنهادم اینه که بریم مثلا کتاب امکتو بخونی، بچه‌ها میگن خوبه فیزیولوژیش. آره اینم یه کار دیگه. دیگر شاید خدمتت که اینا هم خدمتتون گفتم. واقعا مطالب خیلی قربونت برم، مرسی. بازم دارم فکر میکنم که چه چیزی بگم. آها، از تو کانال یوتیوب من تحلیل تولک 2024 و آیمت 2023 رو حتما ببین. اینم بچه‌ها سوال کردن، اینم جواب بدن. یهو یادم اومد. بچه‌ها میگن آقا این دوران باقی مونده ما مثلا توی زیست یا شیمی یا اینا رو چه مباحثی بیشتر تمرکز کنیم؟ حالا من شیمی و ریاضی فیزیکو نمیتونم بهتون قطعی بگم، به خصوص ریاضی فیزیک، چون ریاضی فیزیک آیمت مثلا من شاید بگم انقدر گستردگیشه، بعد سوالایی که میاد انقدر، یعنی شما برای اینکه بتونی اون همه سوالا رو جواب بدی باید کل اینو مسلط باشی. هر چیزی میتونه بیاد،
ممکنه سوالایی که امسال میاد هیچ شباهتی پارسال نداشته باشه. ولی حس میکنم یه سری مباحث هست که پرتکرار تره. آره، مثلا تکانه، نمیدونم برات بگم که فیزیک دیگه چه چیزایی. حالا من ریاضی فیزیک خیلی یادم نیست، ولی یه سری چیزا واقعا پرتکراره. یا مثلا فشار دیدم سوال میاد ازش، دیگه برات بگم که یه کوچولو کار دشوارتره تو ریاضی فیزیک. حالا اونایی که از دبیرستان مستقیم میخوان آیمت بدن، اونایی که هم کارشون راحت‌تره سه چیز یادشون، چون ریاضی فیزیک آیمت با ریاضی فیزیک ایران خیلی چیزه تطابقش زیاده. فقط مثلا به هم بستن خازنه و دیگه عرض شود خدمتت که حرکت دایره‌ای و چند تا ریزمپ هست که مقاومت. آره، تو آیمت مثلا میاد ولی تو کنکور ایران نبوده، که اونم میتونید از آلا یا یوتیوب ببینید کار راه میندازه. اما برگردیم به زیست. آقا برای زیست توی این مدت باقی مونده مباحثی که میگم روش وقت بذار. یک، سلول رو بجو. سلول فانکشن ارگانلا رو بلد باش. دی ان ای، ساختار دی ان ای، ساختار آر ان ای، اینا رو بلد باش. ترانسکریپشن، رپلیکیشن، اینا رو بلد باش، با جزئیات خوب بلد باش. پروتئین، آنزیم، اینا رو خوب بلد باش. ژنتیک مندلی رو بلد باش. پانت میکشیم، نمیدونم مامان هتروزایگوسه، بابا هوموزایگوسه، فرزندان احتمالش چیه؟ دقت کن اگه مثلا یهو بگه فرزند دختر، بعد مثلا به فرزند دادی یک دوم ضرب می‌کردیم، این سوتیا رو ندیا. اینا رو حتما دقت کن، اینا رو بخون. ژنتیک مندلی رو بخون. چون قطعاً ازش سوال میاد. فصل رسپیریشن، سل رسپیریشن خیلی مهمه. امسال نزدیک 3-4 تا سوال داشت. سوالاش هم سوالای جونداری بود. سوالای راحتی نبود. سوالای خوبی بود. خوب و جوندار بود. فتوسنتز، اینا رو بلد باش. اینایی که بهت میگم بلد باشی، از 23 تا سوال خودش 15 تا سواله. دیگه بقیهش میشه فیزیولوژی و تکامل و اینا. دیگه اون میل خودته که چقدر اونا وقت بذاری. تکامل ممکنه یک سوال دو سوال بده، ممکنه سوال نده. فیزیولوژی شما 7 تا سوالو داری، معمولا 8 تا سوالو داری، راحت هم هست. فیزیولوژیش مشکلی نیست. فیزیولوژی منابع ایران رو بلد باشی، تقریبا میتونی پاسخ بدی به بیشتر سوالاش. دیگه همین دیگه. اینم برای زیست. مثلا برای شیمی معمولا پی اچ رو سوال میده، در رابطه با ساختار اتم و الکترون و پروتون و اینا معمولا سوال میده. دیگه بقیه‌اش واقعا یادم نمیاد، چون من تخصصی روی زیست کار میکنم. بقیه درس ها رو اونقدر نمیدونم که چی به چی سوال میده. بازم جمع‌بندی کنم، توی این مدت باقی مونده وقتتو بذار روی آزمون، تحلیل آزمون، روزی آزمون و تحلیلش. تحلیل میکنی ببین چرا نمرت کم شده، برو دنبال اون چراییش. اینا هم که خدمتتون گفتم دیگه. آها آقا، تا میتونید درس بخونید بچه. طبق بررسی که من کردم، این اگه یه قله باشه، 97-8% افرادی که موفقیت نمیرسن تا اینجا میرن، انقدر مونده که برسن اونقدر ول میکنن و این خیلی دردناکه. یعنی مثلا طرف اگه روزی 8 ساعت درس بخونه نمرش میشه 53، شاید قبول نشه. ولی اگه روزی 10 ساعت درس بخونه نمرش میشه 58، قطعا قبول میشه. بخونید، 50 روز مونده. کم کاری کنید خودتون ضرر میکنید. بعد یه بار دیگه آیمت بدید و ناامیدم نشید. آزمون آیمت مثل کنکور ایران نیست، بری یه چیز عجیب غریب ببینید. مثلا یه مثل کنکور 1400 بری یه چیزایی تو ریاضی ببینی که تو هیچ کتاب و هیچ جا ندیده بودی. اینطوری نی، خونده باشی جواب میدی، نخونده باشی هم نمیتونی جواب بدی. رو دانش زبانتون کار کنید. اینم باز میگم خیلی مهمه، چند بار هی دارم تکرار میکنم، هیچیو حذف نکنید. هیچیو حذف نکنید، چون ممکنه چیزی که شما حذف کردی یه سال ساده ازش به جواب ندی. اینم از این. یه سری فقط دلشون به زیست و شیمی بنده. آقا نمیشه با این درس، نمیشه آزمون رو قبول شد. الان برات مثال میزنم. مثلا زیست از 23 تا به 20 تا جواب بدی نمره 30 میگیری. دیگه خیلی هنر کنی بهتره کنی 20 تا جواب بدی 30 میگیری. شیمی هم از 15 تا 12 تا رو بیای جواب بدی نمره 18 میگیری. حالا 18 و 30 میشه 48. آقا 48 تو آزمون آیمت 2024 بعید قبولی. شاید تو سهمیه اروپایی طرف قبول بشه، ولی تو سهمیه آره میره بالاتر. تو سهمیه
به اصطلاح نان یو یا غیر اروپایی امکانش پایینه، واقعا پایینه. به نظر من باید به 55 برسید. بعد اینم حواستون باشه دانشگاهی بزنید که کف نمرش با چیزی که شما بلدید متناسب باشه و حتی پایین تر. یعنی اگر سطح در حد 60 تو باید دانشگاهی بزنی که 55 باشه، 54 باشه، چون معمولا به خاطر اون سوتیایی که آدم میده، شرایط آزمونم سوتی میده. من در حد 60 خورده اینا بودم، رفتم ولی 54 گرفتم. چرا؟ چون سوتی دادم. اول منم تو هتل تحصیل کردم، دیدم 57 میشم. بعد که کارنامه اومد دیدم 54 شدم. چرا؟ رفتم دیدم دو تا سوال اول زیست و اشتباه وارد کردم و خیلی آتیش گرفتم. اینا رو دقت کنید. حالا من یه جلسه دیگه هم ضبط میکنم، تو اون جلسه میخوام بگم که آقا ما سر آزمون باید چیکار کنیم، چه کارا نکنیم، چی ببریم چی نبریم، بعد اصلا حوزه ها چطوره، یه مقایسه هم از ترکیه و دبی داشته باشیم، حوزه هاش، حوزه این اطراف و همین دیگه. مباحث خیلی زیاده، آدم خورد خورد یادش میاد. من دارم حرف میزنم یو ایکس میاد تو ذهنم، ایگرگ میاد تو ذهنم. در رابطه با همه اینا صحبت میکنین. بچه‌هایی که میخوان بیان ناپولی حواسشون باشه، باید شینی من آماده کنن. شاگرده من که مثلا قبول میشن برای ناپولیان، برای فدریکو یا برای لویجی و اینا، اینا باید شینیا رو بیارن دیگه، خودشون بیان هماهنگی رو صورت بدن. و من دیگه حرف دیگه به ذهنم نمیرسه، اگه شما میرسه بگو من تکمیل کنم. عالی، همه چیز تکمیل فوق العاده. آره، میخوای اون پازو بزن، یه دو دقیقه دیگه اینجا راه بریم ولی ویدیو پاز بشه، اگه نکته جدیدی اومد تو ذهنمون بهش اضافه کنیم. یه چیز دیگه هم بگم و دیگه تموم. بچه ها تو اینترنت تحلیل های آزمون آیمت و اینا هست تو یوتیوب اکثرا. اگه برای ریاضی و فیزیک و اینا ایراد دارید بزنید تحلیلش رو میاره ببینید. نکته هم انجام بدید. بچه ها دنبال سوال ها بگردید، تو اینترنت هست. خیلی بچه ها تنبلن، یعنی مثلا سوال ها طرف تو گروه میفرسته دنبالش نمیره، دنبال یکی دیگه جواب بده. من شاید باورت نشه، الان 2-3 سال بررسی میکنم تو گروه ها، میدم یک سوال رو 100 بار بچه ها پرسیدن به جوابش نرسیدن. آقا سرچ کن، از چت جی پی تی بپرس، اون مطلب رو تو اینترنت سرچ کن. یک دانشجو، حالا شما الان دانش آموز دیده احتمالاً، یک دانشجو پزشکی، یک کسی که میخواد پزشکی بخونه، باید دنبال دست به سرچش باید خوب باشه. آفرین، دست به سرچش باید خوب باشه، باید دنبال گشتن باشه، دنبال پیدا کردن باشه. ما تو خونه یه تبلت دستمونه، یه لپتاپ جلومونه، یه گوشی هم اینجاست، با این سرچ میکنیم، با این یکی میبینیم، با یکی میخونیم. سرچ کنید تو اینترنت، اگه چیزی بلد نیستید سرچ کنید، یاد میگیرید. تو اینترنت همه چی هست. اینم از این مطلب. قربان شما، خسته نباشید. به فکر بچه‌هات هستی. قربونت برم، مرسی. و واقعا بچه من دارم میبینم خیلی نگرانه که ایشالله شما نتایج خوبی بگیرین تو آزمون پیش رو. آخه من این چیه؟ من این چیزی که من ناراحت میکنه اینه که آزمون آیمت آزمونیه که همه پتانسیلش دارن قبول بشن. چون نگاه کن، مثلا یک کنکوری مثل کنکور ایران جدای از علم و تسلط یک سرعت عمل بسیار زیادی میخوان و برای رسیدن به اون سرعت عمل مثلا شما باید خیلی تمرین کنی، مثلا شاید 2-3 بار باید کنکور بدی تا به اون تسلط، به اون سری بودن برسی. آزمون آیمت اینطوری نیست، استاندارد تره. واقعا کسی مسیر درست رو رفته باشه، همه چی خوب خونده باشه و اینا قبول میشه. این آزمون عجیب غریبی نیست. به خاطر من وقت ناراحت میشم یکی میگه آقا من احساس میکنم عقبم یا نخوندم یا قبول نمیشم، چون من مطمئنم اون مسیر اشتباه رفته. مسیر درست رو بری قبولی آیمت قطعیه. دست درد نکنه. خواهش میکنم، مرسی بچه‌ها. خدا حافظ. خدا حافظ شما.